ای بابا، الان چه دوچرخه بگیرم؟ کوهستان بگیرم؟ جاده بگیرم؟ هیچ اطلاعاتی هم راجع به دوچرخه ها ندارم. الان یعنی واقعا باید به حرف فروشنده اعتماد کنم؟ آقا، این که من نوید میرم داخل فروشگاه میخوام دوچرخه بگیرم، دوچرخه ها رو میبینم، سرگیجه میگیرم، نمیدونم باید چی بگیرم. خب مقصر منم دیگه. من باید سه تا پارامتر رو در نظر بگیرم. اول اینکه دوچرخه واسه چه نیازی میخوام؟ دوچرخه میخوام جاده باش رکاب بزنم، تو شهر میخوام رکاب بزنم یا کوهستان، یا اینکه نه میخوام برم به سر کوچه برگردم. این دومین پارامتر که چند ساعت در هفته میخوام باش رکاب بزنی. اگه به چشم ورزش یا حوازی داری بهش نگاه میکنی، خب طبیعتا باید دوچرخه رده بالاتری برداری. سومین پارامتر اینه که شما چقدر میخوای هزینه بذاری من با خرید دوچرخه. و چهارمیش که مهمتر هستم دوست عزیز، شما باید اطلاعات خودت هم در نظر بگی، باید اطلاعاتت رو ببری بالا. در غیر این صورتی که اطلاعات خرید دوچرخه رو نداشته باشی در رابطه با دوچرخه، مجبوری بری پیش فروشنده فوق العاده قابل اعتماد و بهش اعتماد کنی و بهترین گزینه رو اون بهت پیشنهاد بده. حالا توی دوچرخه دوستانی هستن که من دارم میبینم میرن برای دوچرخه داخل شهرشون، میرن لاستیک پهن دوچرخه ساحلی میگیرن و به مرور زمان از دوچرخه زده میگن، میگن این سواری نداره. خب یا میرن لاستیک دوچرخه‌ای میگیرن که کمک فن وسط دارن، حالا نه صرفا که کوهستان باشه، چون دوچرخه‌های کوهستانی به هیچ عنوان داخل شهر کاربرد ندارن و ضررتون میکنن. یا مثلا دوستانی که میرن دوچرخه جاده میخوان بخرن و میخوان باهاش داخل ساحل رکاب بزنن و چون لاستیکاشون باره که داخل ساحل فرو میره. دوست عزیز، شما باید بدونی چه دوچرخه‌ای رو میخوای، اطلاعاتت رو بالا ببر و بعد خرید به اقدام به خرید دوچرخه بکن. اینو در نظر بگیر.